ولی ظریفی نمی‌تونه. پدر یادونیست خوبی میشه. پدر کجایی؟ پدر دقیق یادم نمی، تنها تصویر واضحی که ازش به خاطرم بود همین. 8 سالم بود و یه روز وسط بازی وقتی که من قایم شده بودم برای همیشه غیبش زد. برای همیشه؟ اگه اون روزی که اون زودتر پیدا میشه شاید حداقل رفتنش رو بود. تازه فهمیدم زندگی چیزی زشت‌تر از مستی هشترش. مادرم بعد از 3 سال نتونسته همون گناه کنه، زود رفت. برای مرده مبادله کالا به کالا خیلی سنتی. مادرم هم بگی بشتن با این فرق که رفتن اون رو دیدن. میشه نریم، نمیشه که بریم. اگه بریم من توی خونه میترسم. هست حالا که به در نیست اگه تا هم نباشی تنها میمونم. اون جدی که هست چیه به آقا بگم این ماهای آخر با هم دیگه بریم کلبه شکارگاه؟ اونجا هم آرومه، همین که خبری از آقا نیست. البته من مطمئنم وقتی که بچه به دنیا بیاد این چشم خلقی آقا هم تموم میشه. اما من مطمئنم، هیچ وقت مطمئنم.
آقا درست لحظه ای که باید باشه غیبش بزنه، مخصوصا حالا که دیگه اون بچه رو بچه خودش نمیدونست. میگفت اگه اینجوری نصف بچه های این شهر مال منه. خیلی زود پیشنهادم رو قبول کرد و اجازه داد با هم بریم کل به این شکل اینجوری راحت تر میتونست. ما هم بلسته یک کابوس مشکم میچینم. فقط کافیه سلام جا 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 خور از بوته های تمشکم. غلط کردم آبا، از اتون خواهش میکنم. من وقتی دارم سلام جا تو برای خواهم تمش بچینم. وقتی برگشتم قرد خوب گرم کل به افتادم قابل این روستا تنها کاری که از دستش برمیم من نجازه بچه بود. از اتون خواهش میکنم، اگه من بهش شک نداشتیم بچه من اینجا به دنیا می آورد و الانم زنده بود.
توی این سال رو یاد گرفتم من چه زمرت بشه چاره ای جز این نداشتم داشتم یهودی رو تحویل بده به لونده به شما سمون یه آلمانی بنود که حاضر بود برای به سمون بنشه هر کاری بود وقتی به خونش رسیدیم دختره از ترس توی کمد مچاله شد ازتون خواهش میکنم نه به خاطر خودم به خاطر این بچه ای که تو شکیانمه قسمتون میدم نگید که من اینجا اگه لاش نمیدن کسی متوجه این من توی کمت کنی چیدم وقتی رفتم میرم بذار همین یه بار من خیمم بزنه So
به فرشته و حتی مسیح هم به قربای آدم است. اوائل ژانویه یه هواپیمای آلمانی رو سر مردم ناتکم ریخت. فرشتهاش هم دست خالی نذاشت. باخ؟ بیخیال. شوپن. من اینجام به شما شد. موزارت. میدونی وقتی این آهنگ رو میزنم مخصوصا این قطر بود قبلا هم اون قطر رو شنیده بودم چی میچسبه؟ افسر موافقم هم شنیده بود خب معلومه رقص خب با وضعی که من دارم این امزرم باقتی شد یه رشد کن راست چپ شنیدید کسایی که موسیقی کار میکنن چای موسیقی های خوبی دارن سربازو فکر میکردن توی کلیسا تنهایی آلمان همه سربازو و همه همراهاشون رو میدونست وقتی وارد کلیسا شدن همون آهنگی رو میزدم که پدرم به هم یاد داده بود قبلا همون قطعه رو شنیده بودم قول داده هر وقت یاد گرفتی هر وقت یاد گرفتم حالا حتی میتونستم اونو بخونم یه دختر فلج که توی کلیسا داشت آواز میخوند یه افسر آلمانی اسلحه‌اش رو گرفت سمت اسلحه رو گذاشتم روی شقیقه‌اش سعی کرد با سوز بیشتری بخونه منم که میدونستم این آخرین قطعه زندگیمه اونو بهتر از هر موقع نزد از آهنگ خوشش نه یا دلم به حالش اما نزد حروم کردن یه گلوله برای کشتن یه فیش توی اون زمان کار آقلم یه قنیمت زن اون موقع دخترها تنهای ارزشمندی بودن برای سربازایی که بعد از یه روز پر از کشتار پیشن پر از زجه نیاز داشتن اما من داستانم فرق میکرد من که دختر نبود توی جنگ چیزی که از همه مهمتر کاسبیه بردنم به یه اردوگاه نزدیک مرز اتریش براشون ویالون میزن اونا رو آماده فتح میکرد حالا فتح یه شهر یا فتح یه تخت چه فرق میکرد برام مگه من میخواستم اونجا باشم من حتی نمیتونم درست روی یه تخت بخوام آقای ژانویه 1941
کلی سرباز بی دست بی بابا بی چشم پر از فرشته‌های جسمی من میخوندم بانو یکی ناله میکرد بانو من میخوندم
دیگه نه. شما اون سر بزنی لنده هور آرمانی هر کاری میخوانی بکن، اما من دیگه نمیخونم. اون دختری که باش حرف زدم، برید به زیمر بگید من خواهرم اون دختری یک بودیم. من از مردن نترسیم، ترس چی؟ مگه از زندگی ترس نکترم؟ شاید بوده نبوده من برای شما فرقی نداشته باشه، ولی برای خودم بوده من حالا که کنار این نمون آوازو میتونم بهترم سر موقعی بخونم. مثل همون موقعی که من سسلهش رو گرفته بود سمتم و من برای اینکه کشته نشم اونو با تمام وجودم خوندم. اما تو این اتاق دیگه خبری از آستین. فکر میکنی من تا به حال نسوختم؟ چه میفهمی سوختن یعنی چی؟ برای تو زندگی شده نرفتن توی کوره، اما برای من هر روز جهنم دست و پا زدن شده زندگی. نمیذارم هر کاری که میخواد بابا بکنه. قرار بود تموم خونواده زنده بمونن، اما حالا چی؟ فقط من بودم و تو. چی
اولی شهر نه. خیلی از کسایی که باید تقدیر بدم از دوستای صمیمی خود من است. مأمور انتقال ما زینه بود. دوست صمیمی پدر. پدر از اشخاص ها یه جوری ما رو نجات داده و نگفت دستور پیشواست و نمیشه ازش تقلید کرد. با این همه برای نجات ما که ادامه هست. باش هفت سد و شرطی رو داشت و زنگی بالاخره توی جنگ یکی باید خونتا بیاد. میکشون تفاوت با یاد به جواب بدید. شما از چی میترسید؟
این باید صف اول بیسته. این بچه همون روز آسیه. میخوام بدونی که این بچه یعنی پایان جنگ. وقتی تمام دشمن تمام سربازش رو ببره نابودی ما بشه ببینه بیستسانی من بودم که نقطه دشمن به پای شما میبستم. تو باختی. این باید صف اول بیسته. من نمیفهمم شما از چی میترسید. ترس از زده بودن؟ این داستانیه که زده ها درست کرد. اوایل ژانویه 1941 یه گروه از یهودی ها رو برد و گاه رو برد. جانت میشه بخونی؟
1941 یه گروه از یهودی ها رو مردگاه آورد. اون روز زیمر افسر ارشد آشوویتز برای یه مراسمی اومده بود مردگاه، موهای نیل داره گرفته بود و کف مردگاه میکشید. این باید صفاق در بیشته اوایل ژانویه 1941 یه گروه از یهودی ها رو آوردن به اردوگاه. اون شب زیمر افسر ارشد آشوویتز برای سر زدن به هیدا اومده بود. نصف شب با صدای افسر ارشد از خواب بیدار شد، موهای هیدا رو گرفته بود و کف اردوگاه میکشید. باید صفاق بر بیسته شلیک کردن وقتی یه اسلحه یه پر تو دستتونه اصلا کار سختی نیست. شما میگید هست؟ من میگم کار سختی نیست.